سلام و درود به فروشگاه سلام و با خوش اومدید. خدی هستم، معرف محصولات، و امروز در این ویدیو می‌خوایم یک نگاه کلی و یک بررسی کلی به ساندبار JBL مدل بارنو 1 داشته باشیم که یک سیستم صوتی با صدای فراگیر بیسیم هستش. حال حاضر یکی از پیشرفته‌ترین و قوی‌ترین ساندبارهای موجود در بازار ایران هستش، سال ساخت 2019، که می‌تونه یک صدای بسیار با کیفیت عالی و همچنین تجربه یک سینما واقعی رو در اختیار کاربران قرار بده. با ما همراه باشید در این ویدیو با بررسی ساندبار آمریکایی JBL بارنو 1. خب اول با بخش طراحی JBL بارنو 1 شروع می‌کنیم. دوستان، از نظر طراحی این سیستم صوتی بسیار شبیه به مدل JBL بار 51 هستش که قبلا ویدیو بررسی اون رو گذاشتیم داخل وبسایت و چنل یوتیوب سلام بابا هستش. حالا دلیل شباهت چیه؟ دلیل شباهتش این دو تا بلندگوی ساتلایت سوراند هستش که در مقاله سمت چپ و راست ساندبار تعبیه شده، به این صورت قابل جدا شدن هست، شارژی هستن و به صورت بی سیم شما میتونید این دو تا رو در هر جایی از منزلتون قرار بدید و یک صدای بسیار با کیفیت و مطلوب رو میتونن برای شما پخش بکنن. شما میتونید این دو تا بلندگو رو به ساندبار متصل بکنید که اونا رو شارژ بکنید و یا اینکه از طریق این پورت USB میکرو که برای هر کدوم از این بلندگو تعبیه شده اونا رو شارژ بکنی و حتی میتونی این دو تا بلندگو رو هم به صورت مجزا خاموش روشن بکنی. مدت زمان شارژ کامل این دو تا اسپیکر هم 3 ساعته و با هر بار شارژ هم 10 ساعت به شما پلی تایم میدن. ساندبار JBL بارنو 1 ساخت و مونتاژ کشور چین هستش. بیشتر متریال به کار رفته در این اسپیکر از جنس پلاستیک سخت و فشرده و همچنین فلز هستش با بدنی براق و تیره که حس محکم و با کیفیت بودن و همچنین حس لوکس بودن و لاکچری بودن رو به کاربر القا میکنه و با هر نوع دیزاین و دکوراسیونی به راحتی ست میشه. خب اول با بخش سابوفر دستگاه شروع بکنیم که دارای طول عرض 30 سانتی متری در 30 سانتی متری و همچنین ارتفاع 44 سانتی متری و وزن 11 کیلوگرمی هستش و همونطور که ملاحظه میکنید گوشی های این سابوفر گرد هستش، تخت و به اصطلاح تیز نیستش، طراحی بسیار شیک و مینیمال داره و قسمت جلوش هم که لوگوی JBL رو ملاحظه میکنید و با لمس سابوفر واقعا کیفیت کار و کیفیت مونتاژ میاد دستتون، کیفیت ساختش فوق العاده عالی هستش. این دوتا بلندگوی ساتلایت سوراند هم اگر ملاحظه بکنید دوستان دارای طول 17.8 سانتی متری هستن، ارتفاع 6 سانتی متری و همچنین عرض 12 سانتی متری که هر کدوم از این اسپیکرهای سوراند دارای وزن 700 گرمی هستن. و این قسمت رو هم اگر جدا بکنم بریم سراغ خود ساندبار، هم تا که ملاحظه میکنید دارای طول 88.5 سانتی متری، ارتفاع 6 سانتی متری و عرض 12 سانتی متری هستش و وزنش هم تنها 36 کیلوگرم هستش که اگر این دوتا اسپیکر سوراند رو هم بهش متصل بکنیم طول این ساندبار میشه 123 سانتی متر که مناسب تلویزیون های سایز بالا هستش، مثل 75 و 85 اینچ که میتونید بین دوتا پای تلویزیون قرار بدید. در قسمت وسط ساندبار اینجا کنترل پنل دستگاه داریم با لوگوی JBL. کنترل پنلش هم دکمه ایه که برای خاموش روشن کردن دستگاه، کم و زیاد کردن صدا و همچنین تغییر ولیوم میتونید ازش استفاده بکنید. و در نمای جلو هم در این قسمت یک شبکه LED رو داریم که وضعیت لحظه دستگاه مثل میزان صدا، نوع آهنگی که دارید پخش میکنید، نوع ورودی و همچنین خواهد صدایی که شما انتخاب کردید در این قسمت به صورت لحظه‌ای به کاربر نمایش داده میشه. اگر هم نخواستید با این کنترل پنل دستگاه کار بکنید میتونید از ریموت کنترل دستگاه استفاده بکنید که ظاهرش رو اینجا داخل تصویر ملاحظه میکنید. ریموت بسیار شیکی هستش که شما میتونید روی حالت تلویزیون، بلوتوث، HDMI و غیره سویچ بکنید، صدای ساندبار رو به طور کلی کم و زیاد بکنید و یا قابلیت جانبی هم که در اختیار شما قرار میده شما میتونید صدای این دوتا اسپیکر سوراند رو به صورت مجزا کم و زیاد بکنید و همچنین میتونید صدای بیس دستگاه یا همون صدای ساب دستگاه رو به صورت دستی کم و زیاد بکنید. ساندبار JBL بارنو 1 دارای یک سیستم صوتی 51.4 کاناله بس رفلکس هستش که سابوفر دستگاه توان خروجی 300 واتی داره که در قسمت زیر اون یک درایور 25 سانتی متری تعبیه شده که بیس صدای فوق العاده ای داره و همچنین در نمای پشت سابوفر هم یک حفره خروجی هوای صدا رو داریم که در پخش آنکای بیستار سابوفر دستگاه عملکرد بسیار خوبی داره. این دوتا بلندگوی سوران هم دوستان داره یک عدد درایور فول رنج آفپارینگ در قسمت بالا و همچنین یک عدد تویتر 2 سانتی متری در قسمت جلو هستن و توان خروجی هر کدوم از این بلندگوی سوران 60 وات هستش. مجموع این دوتا با هم دیگه 120 وات توان خروجی
به ما میده که شما میتونید این دو تا بلندگوی سوران رو پشت سر خودتون قرار بدید. خب میرسیم به اصل کار، یعنی هم خود سانبار دستگاه که داره 4 عدد درایور ریسترک هستش که یکی از اونها در قسمت سمت چپ، یکی در قسمت سمت راست و دو تا هم در مرکز سانبار تعبیه شده، به علاوه 3 عدد درایور توتر سوران که یکی از اونها در قسمت سمت چپ، یکی در مرکز و یکی هم در سمت راست دستگاه تعبیه شده، به علاوه 2 عدد بلندگوی فور رنج آف فایرینگ که در قسمت بالای سانبار قرار گرفته شده و توان خروجی سانبار به تنهایی برابر 400 وات هستش و بخوایم حساب بکنیم خود سانبار به تنهایی داره 9 عدد اسپیکر یا 9 عدد بلندگو هستش. مجموعه همه اینا رو بخوایم حساب بکنیم، JBL نو 1 دوستان توان خروجی برابر 820 وات داره که بلندی صدا و کیفیت صدا و همچنین تفکیک صدای بسیار عالی و مشهی داره، در کنار اینکه بیس بسیار خفنی هم داره و اگر شما این دو تا بلندگوی سوران رو هم داخل منظر پشت سر خودتون قرار بدید، یک صدای کاملا فراگیر و 360 درجه واقعی رو میتونه برای شما پخش بکنه که یک تجربه سینمایی عالی رو برای کاربر به ارمغان میاره. ستاپ و راه اندازی سانبار نو 1 دوستان بسیار راحته، چرا که اتصال سابوفر و سانبار به هم دیگه به صورت بی سیم هستش. شما فقط کافیه که دو تا کابل بند داشته باشید، یکی رو برای سانبار استفاده می‌کنید و سانبار رو به بر متصل می‌کنید و یکی هم برای سابوفر دستگاه اون رو هم به بر می‌زنید و این دو تا به صورت بی سیم به هم دیگه لینک میشن. زمانی که این دو تا به هم دیگه لینک بشن، این چراغی که پشت سابوفر هستش روشن میشه، به این معنی که سانبار و سابوفر الان به هم دیگه لینک شدن. این دو تا بلندگوی سوران هن که به صورت بی سیم به سانبار متصل هستن و نیازی به کابل برق و غیره نیستش. سانبار نو 1 دوستان از فرمت های دالبی اتموس، دی تی اس ایکس و همچنین تکنولوژی دالبی دیجیتال پشتیبانی میکنه که در واقع یک تکنیک برای رمزگشایی صدا هستن و میتونن صدای شفاف و قدرتمند با فرکانس های دقیق عالی رو برای شما پخش بکنن. همچنین این سانبار با فرمت دالبی ژن فازگاره و از انتقال تصویر با فرمت های HDR 10 و دالبی ویژن هم پشتیبانی میکنه. در انتهای ویدیو هم تست صدای این سانبار رو برای شما از میکروفون سلام بابا پخش میکنیم. پورت ها و اتصالات JBL بار 91 دوستان نسبتا تکمیل هستش. این اسپیکر داره بلوتوث نسخه 4.2 هستش که شما میتونید به صورت بی سیم گوشی و انواع اقسام تبلت رو به این سانبار متصل بکنید و همچنین دارای وای فای هستش که شما میتونید از طریق کروم کست و یا اپل ای پلی خیلی راحت صدای گوشی موبایلتون رو روی سانبار پخش بکنید. دستگاه دارای یک عدد پورت USB هستش برای اتصال حافظه جانبی فلش USB و همچنین آپدیت نرم افزاری دستگاه و همچنین ورودی صدای اپتیکال برای اتصال تلویزیون به سانبار و پخش صدای تلویزیون روی سانبار به همراه کابل اترنت یا همون ورودی اترنت برای اتصال به شبکه و همچنین خروجی HDMI از نوع کانال برگشت صدای EARC و همچنین HDMI ورودی از نوع نسخه 2 برای اتصال به تلویزیون از ورودی های سانبار JBL بار نو 1 هستن. اقلام همراه و تعبیه شده داخل بسته‌بندی JBL بار نو 1 دوستان شامل دفترچه راهنمای کار با دستگاه و نصب سانبار، یک عدد کابل HDMI نسخه های سپید به همراه ریموت کنترل دستگاه و یک جفت باتری نیم قلمی به همراه پیچ و روپلاگ، براکت و متعلقات نصب سانبار روی دیوار رو داریم که شما میتونید دوستان هم سانبار و هم این بلندگوهای سوران رو روی دیوار نصب بکنید، به همراه تعداد 8 عدد کابل بر که دو تا از اونها سریعاشون متفاوته، 6 تاشون دقیقاً مثل همه و عجیبه که این همه کابل بر همراه دستگاه تعبیه شده. حالا ما میگیم که بعضیاشون رو به عنوان کابل زاپاس داخل بسته‌بندی تعبیه کرده. اینایی که مشاهده کردید اقلام همراه JBL بار نو 1 هستن. این اسپیکر این سانبار دوستان یکی از بهترین سانبارهای داخل بازار هستش که میتونید تهیه بکنید. قیمت مناسب و اقتصادی هم نداره، قیمتش یکم بالا هستش برای اون دسته از افرادی که عاشق موسیقی و عاشق گوش دادن به صدای موزیک و آهنگ هستن و کیفیت صدا خیلی براشون مهمه، تفکیک صدا و همچنین بیس صدا براشون مهمه. JBL بار نو 1 میتونه بسیار گزینه مناسبی باشه. اگر دنبال مدل اقتصادی‌تر هستید میتونید JBL بار 51 رو هم انتخاب بکنید. جهت ثبت سفارش، مشاوره و استعلام قیمت هم از طریق وبسایت و پیج اینستاگرامی با کارشناسان پوش سلام بابا در ارتباط باشید. جلوتر هم تست صدای دستگاه رو برای شما گذاشتیم. مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود.